سرخط خبرها. تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره و ما شاهد گام سوم ایران برای دور شدن از برجام. حسن روحانی دستور داد تحقیقات و توسعه تکنولوژی هسته‌ای از سر گرفته شود. 10 کشته در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کابل. رئیس جمهوری افغانستان میگوید صلح با طالبان بی‌معنی است. بنبستی بی سابقه در تاریخ معاصر بریتانیا. مجلس اعیان ممنوعیت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. و آرامش بعد از طوفان در جزایر باهاما. مرگ 20 نفر تایید شد. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. مقامات آمریکا گفتند هیچ معافیتی در تحریم ایران را نخواهند پذیرفت. رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است فردا ایران تعهداتش در برجام را باز هم کاهش خواهد داد. حسن روحانی گفته ایران تحقیق و توسعه تکنولوژی هسته‌ای را فراتر از محدودیت‌های برجام از سر خواهد گرفت. در هفته‌های اخیر تلاش‌های دیپلماتیک با محوریت فرانسه در جریان بوده تا راهی برای حفظ برجام پیدا شود. روسیه هم تاکید کرده که از طرح فرانسه حمایت می‌کند، ولی در موضع آمریکا تغییری به چشم نمی‌خورد. ژیار گل گزارش می‌دهد. هرچه بر فشارهای آمریکا به ایران افزوده می‌شود، رهبران حکومت ایران بیشتر از مقاومت در مقابل فشار دم می‌زنند. تا به امروز هفته‌ها مذاکرات مقامات ایرانی با اروپایی‌ها به رهبری فرانسه نتیجه نداده. ایران تهدید کرده بود که اگر نتواند نفتش را بفروشد و پول آن را به کشور بازگرداند، گام سوم کاهش تعهداتش در برجام را برخواهد داشت. سانتریفیوژها، انواع سانتریفیوژهای جدید. حالا رئیس جمهوری ایران در حرکتی نمادین در کنار سران دو قوای دیگر از اجرای گام سوم سخن گفت. اعلام میکنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره. برای جلوگیری از تصمیم دولت ایران به کاهش تعهداتش در برجام، فرانسه در طرحی ابتکاری پیشنهاد یک خط اعتباری به مبلغ 15 میلیارد دلار به ایران داد. پیشنهاد این است که این اعتبار در اختیار ایران قرار گیرد و کشورهای اروپایی در آینده به جای آن از ایران نفت دریافت کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که در این مذاکرات شرکت داشته، گفت در برابر دریافت 15 میلیارد دلار برای سه ماهه پایان سال جاری میلادی، ایران حاضر به خودداری از کاهش تعهداتش در برجام است. اما اروپایی ها نتوانستند آمریکا را برای قبول این طرح متقاعد کنند. آمریکا بار دیگر با هر گونه کاهش یا معافیت از تحریم های هسته‌ای علیه ایران مخالفت کرد. No nuclear weapons for Iran. اما در این حال رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از احتمال دیدار با حسن روحانی سخن گفت. ایرانی ها مشکلات زیادی دارن. از لحاظ مالی دارن از بین میرن. تورمی در این کشوره که کمتر کسی دیده. وضعیت ناراحت کننده است. اما میتونن این مشکلات رو به سرعت رفع کنن. میتونیم در عرض 24 ساعت حلش کنیم. منتظریم ببینیم چه میشه. اما دیروز بار دیگر وزارت خارجه آمریکا تکرار کرد که به فشارهای خود تا رساندن صادرات نفت ایران به صفر ادامه خواهد داد. امروز ایالات متحده آمریکا بر فشارهای حداکثری خود به جمهوری اسلامی اضافه می‌کند. ما اعلام می‌کنیم به هر کسی که به ما در مختل کردن عملیات مالی سپاه پاسداران ایران و نیروی قدس کمک کند تا 15 میلیون دلار جایزه می‌دهیم.
همزمان وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که این کشور به ناخدای هندی نفتکش ایرانی ایدریان دریای 1 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود تا تانکر را به محلی ببرد که آمریکا بتواند آن را توقیف کند. اما ناخدا قبول نکرد و تحریم شد. وزیر خارجه ایران این اقدام را رشوه دهی مطلق خواند. ایالات متحده آمریکا جنگی اقتصادی و تروریستی علیه ایران راه انداخته. از فروش نفت ما به مشتریان سنتی ایران جلوگیری می‌کند. این اقدامات منجر به تسلیم ما در برابر خواسته‌های آمریکا نخواهد شد. امروز نخست وزیر اسرائیل هم به بریتانیا سفر کرد. او هدف سفرش را متقاعد کردن اروپاییان برای توقف گفتگوها با ایران خواند. حالا وقت گفتگو با ایران نیست، بلکه زمان افزایش فشارها بر ایران است. در این سفر کوتاه درباره این موضوعات و مسائل دیگر با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و وزیر دفاع آمریکا گفتگو خواهم کرد. این مسائل همیشه برای اسرائیل مهم بوده، به ویژه در این بره. هر آنچه که ما نیاز داریم برای غنی سازی انجام بده سازمان انرژی اتمی ما، که گام سوم ایران برای کاهش تعدادش در برجام تأثیر فوری در برنامه هسته‌ای ایران نخواهد داشت، بلکه بیشتر حرکتی نمادین برای فشار به اروپایی هاست تا آنان ایران را از منافع اقتصادی برجام برخوردار کنند. اما این گام ها در این حال به آمریکا بهانه می دهد تا فشارها را بر ایران بیشتر کند، فشارهایی که اقتصاد ایران را نشانه رفته و این فشارها روز به روز وضعیت معیشتی مردم ایران را وخیم تر می کند. ژیارگل، بی بی سی. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برینگتون از نیویورک آمریکا با ما هستند. آقای فرهنگ، چقدر فکر میکنید که این یک حرکت نمادینه و در کل چقدر کمک میکنه به ایران در چنین شرایطی؟ تقابل بین ایران و آمریکا روی مسئله برجام به مرحله برزخ رسیده، به این معنا که طرفین نه صلح میخوان و نه جنگ. بنابراین هر طرف میخواد صد هزینه ادامه وضع موجود رو برای طرف مقابل سنگین بکنه، به این امید که بتونه از اون طرف نرمشی بگیره. ولی واقعیت همینه که در حد و این ماجرا و این برزخی که مرحله برزخی که بین ایران و آمریکا به وجود اومده، در هر دو کشور گره خورده به وضع داخلی این رژیم، یعنی به اعتبار رژیم ایران و به اعتبار دولت ترامپ در رابطه با پایگاه اجتماعی خودش و اهداف سیاسی خودش. بنابراین واقعیت امر اینه که ادامه وضع موجود برای ایران بسیار بسیار مشکل تره تا برای آمریکا، برای اینکه آمریکا نه از نفتی که از منطقه خلیج فارس خارج میشه براش مهم به خودش صادر کننده نفت شده، و اینم که در آمریکا ضدیت با ایران هست تا حس انتقام جویی نسبت به ایران برگرده به دوره گروگانگیری، تا ایست که انتقاد زیادی از سیاست ایران سیاست ترامپ در رابطه با ایران نمیشه. بنابراین آمریکا منتظره که ایران حداقل یک حرکت نمادینی بکنه که ترامپ اونو به عنوان نمایش بتونه ازش استفاده بکنه که ایران تمکین کرده، و از اونجا شاید بتونن تحریم ها رو حداقل برای مدت 3 ماه یا 6 ماه به حالت تعلیق در بیارن که در واقع مشفقی برای ایران باشه که زمین ساز مذاکره دو جانبه و یا 6 جانبه بشه. منظورتون از ادامه وضع موجود یا عدم گفتگوی مستقیم ایران و آمریکاست؟ و آیا ایران واقعا در جایگاهی هست که الان بتونه در مورد چنین موضوعی تصمیم بگیره، و اگر حتی تا اون حد پیش بره پاسخ آمریکا واقعا قابل پیش بینیه؟ به اگر ایران بخواد این مرحله سوم کاهش دادن تعهدات خودش به برجام رو به جایی برسونه که کشورهای اروپایی خصوصا فرانسه و بریتانیا و آلمان ایران رو متهم به نقض برجام بکنن، در اون موقع این تقابل میتونه تغییر بکنه. یعنی تلاش اروپا خصوصا فرانسه برای کار میونجیگری بین ایران و آمریکا خاتمه پیدا میکنه و شدت تحریم ها علیه ایران حتی بدتر از وضع کنونی میشه. بنابراین این ایرانی که در وضع بسیار ضعیفی قرار
داره و کشورهای اروپایی هم بسیار بسیار بعیده که بتونن پرزیدنت ترامپ رو که خودش یک شخصیت کاملا غیر عرفی و خارج از معیارها و اصول و منطق روابط بین المللی در رفتار و کردارش است، او رو بتونن قانع بکنن که دست به اقدام بزنه که این مسئله از طریق دیپلماسی بتونه حل و فصل بشه. ما واقعا در برابر وضعی قرار گرفتیم که رژیم ایران و دولت ترامپ رفتار و کردار اینها انقدر شگفت‌آور و خارج از معیارها و منطق روابط بین المللی بوده که حتی گمان زنی در رابطه این که چه خواهد شد کار بسیار مشکلی شدیم. متشکرم از شما منصور فرهنگ، استاد رابطه بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک با ما. وزارت داخلی افغانستان گفته در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز شهر کابل 10 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. در این حمله یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی کشته شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در یک اعلامیه شدیداللحن این حمله را محکوم کرده و گفته صلح با طالبان بی‌معنی است. آقای غنی از جامعه جهانی خواسته در برابر آنچه او اعمال جنایتکارانه و وحشیانه طالبان می‌خواند سکوت نکند. روین رهنوش گزارش می‌دهد. حمله ساعت 10 پیش از ظهر امروز با استفاده از یک خودروی بمب‌گذاری شده در اینجا رخ داد. در ساحه‌ای که حمله رخ داده نزدیک به مقر نیروهای حمایت قاطع ناتو، سفارت عربستان و همینطور چند نهاد امنیت ملی افغانستان هست. این نخستین بار نیست که اینجا هدف حمله قرار می‌گیرد. حدود 1.5 سال پیش هم در دو حمله پیهم که در همین جا رخ داد دست کم 26 نفر به شمول 9 خبرنگار جان باختند. وزارت امور داخله این حمله را وحشیانه خواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در واکنش به این حمله گفت که طالبان می‌خواهند امتیازگیری بکنند و اونها نشان دادند که هیچ اراده برای پایان جنگ در افغانستان ندارند. این سومین حمله بزرگ در یک ماه اخیر در کابل هست. در حمله ای که دو روز پیش در همین حوزه نهم امنیتی بالای کمپ موسوم به گرین ویلیج رخ داد دست کم 16 نفر کشته و 119 نفر زخمی شدند. حمله های اخیر در حال انجام شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیشنویس توافقنامه صلح با طالبان را با رهبران دولت وحدت ملی شریک ساخته. پیشنویسی که به گفته آقای خلیلزاد میتونه خشونت‌های مثل حمله امروز را کم کنه. روین رهنوش بود در کابل. مجله تایم در گزارشی نوشته وزیر خارجه آمریکا تمایلی به امضای توافق صلح با طالبان ندارد. علت مخالفت مایک پومپئو احتمال به هم خوردن این توافقنامه و عدم پایبندی طالبان به آن عنوان شده. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. آمریکا و طالبان بعد از 9 دور مذاکره در دوحه قطر بر سر یک پیشنویس توافقنامه به نتیجه رسیدند. خبرنگارمون کامبیز فتایی در واشنگتن درباره این گزارش مجله تایم توضیح داد. گزارشی که تایم داره میده این هست که در واقع در این گزارش به نقل از منابع مختلف از جمله افغان، آمریکایی و اروپایی اومده که طالبان خواستار این هست که مایک پومپئو هم این توافقنامه رو امضا کنه و در این توافقنامه یاد بشه از گروه طالبان در این به عنوان امارت اسلامی افغانستان که این مسئله رو بنابر گزارش تایمز آقای پومپئو نپذیرفته و در واقع نظر مساعدی بهش نداره که چرا در واقع چرا که به عنوان یک جور به رسمیت شناختن علنی و در عمل طالبان خواهد شد به عنوان با اون عنوانی که در گذشته داشتن زمانی که در قدرت بودند در افغانستان. و به هر حال واکنشی هم که وزیر امور خارجه آمریکا داشته به این گزارش بعد از انتشار خبر تایم در واقع به این مجله داده این هست که اگر آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سایر طرفین توافق امضا کنند و اگر لازم بود امضای مایک پومپئو او هم امضا خواهد کرد. کل گزارش حکایت از این داره، هر چند اینو رسما تایید نکردن مقامات آمریکایی، حکایت از این داره که وزیر امور خارجه آمریکا هم نگرانی هایی داره در مورد این پیشنویسی که گفته میشه نهایی شده و به هر حال این در حالی است که در گذشته بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا اون مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود
که مخالف بود با این توافق جان بولتون که صحبت از این میشد که حتی در یک جلسه ای حتی او رو دور زده بودن و حتی پیشنویس توافق رو مدتی زلمان خلیلزاد بنابر گزارش نیویورک تایمز به او نمیداد که اصلا که یک کپی از این توافق رو. حالا در به نظر میاد که میشه گفت یک جوری بشه اسم مایک پومپئو هم به این صف مخالفان و افرادی که تردید دارن به این توافق رو هم بشه اضافه کرد، هرچند فراموش نکنیم تصمیم گیر نهایی رئیس جمهوری آمریکاست و در نهایت اگر او بپذیره شاید نظر مایک پومپئو و جان بولتون چندان مهم نباشه. کامبیز فتاحی بود در واشنگتن. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. رئیس جمهوری ایران اعلام کرده از فردا ایران تعهداتش در برجام را باز هم کاهش خواهد داد. همزمان آمریکا گفته هیچ معافیتی در تحریم ایران را نخواهد پذیرفت. وزارت داخله افغانستان گفته در حمله طالبان در کابل 10 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. در ادامه برنامه، مرگ 20 نفر در طوفان جزایر باهاما، احتمال پیدا شدن قربانیان بیشتر با پایین رفتن آب. تلاش‌های نخست وزیر بریتانیا برای قانع کردن احزاب مخالف به برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی ادامه دارد. دیشب نمایندگان مجلس با درخواست بوریس جانسون برای برگزاری چنین انتخاباتی در نیمه ماه اکتبر مخالفت کردند. احزاب مخالف میگویند تا وقتی که طرحشان برای جلوگیری از خروج بدون توافقنامه از اتحادیه اروپا به قانون تبدیل نشده باشد، با انتخابات موافقت نمی‌کنند. آقای جانسون جرمی کوربین رهبر حزب اصلی مخالف حزب کارگر را به بزدلی متهم کرده. خبرنگارمون بهرنگ تاجین از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ماست. روز بسیار پرخبری از تازه‌ترین‌ها بهمون بگو بهرنگ. ناجد، جدیدترین خبری که داریم اینه که احتمالاً تا حدود یکی دو ساعت دیگه آقای جانسون قراره یک سخنرانی داشته باشه و به نوعی اونطوری که دفتر نخست وزیر گفته میخواد انتخابی رو که پیش روی مردم در یک انتخابات پارلمانی بعدی هست این رو به مردم توضیح بده و با صحبت از اینه که میخواد آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو مجدداً به بزدلی متهم کنه و بگه که از ترسش حاضر نیست به انتخابات زودرس تن بده. ولی اگه از دیشب شروع کنیم، یک گام مهم در راه تبدیل این طرح نماینده ها برای جلوگیری از خروج بی توافق برداشته شد. حدود ساعت 1:30 بامداد پنجشنبه فراکسیون دولت در مجلس اعیان بریتانیا بالاخره اعلام عقب نشینی کرد و گفت که جلوی تصویب این طرح در مجلس اعیان با زیاد حرف زدن رو نمیگیره و اجازه میده که این طرح تا جمعه عصر در مجلس اعیان به تصویب نهایی برسه تا احتمالاً دوشنبه تبدیل به قانون بشه. قانونی که اون موقع دولت رو موظف میکنه که اگر نتونه به توافق جدیدی با اتحادیه اروپا برسه و مجلس همچنان با خروج بی توافق هم مخالفت کنه، از اتحادیه اروپا درخواست کنه که برگزیت برای 3 ماه دیگه به تعویق بیفته. در کنار این، بررسی یک پرونده شکایت از دولت در مورد بحث تعلیق مجلس در دادگاه در همین لندن شروع شده که یکی از شاکیان این طرح جان میجر نخست وزیر سابق بریتانیا است. طرحی که معتقده که دولت از اختیاراتش سوء استفاده کرده برای این تعلیق پارلمان که قرار هفته دیگه برای حدود 1 ماه معلق بشه. و در کنار همه اینا، روزی که همه این اتفاقات داره میفته، جو جانسون برادر بوریس جانسون که هم نماینده مجلس هم عضو کابینه، از هر دوی اینها، هم از نمایندگی مجلس هم از مقام دولتیش استعفا داد و از صحبتاش اینطور برمی اومد که به نوعی برادرش رو، نخست وزیر رو، متهم به این میکرد که به فکر منافع ملی نیست ولی و اون راهی که داره در مورد بحث برگزیت پیش میره به ضرر منافع ملی بریتانیا است. بهرنگ، فکر میکنی که ممکنه که آقای جانسون با وجود تمام مسائلی که مطرح کردی به خواستش برای برگزاری انتخابات زودرس برسه؟ یه مقدار سخته، حداقل باید تا دوشنبه عصر منتظر موند، به خاطر اینکه همین دیروز دولت احتیاج داشت که 2/3 نماینده ها با برگزاری انتخابات زودرس موافقت کنند ولی احزاب مخالف قبول نکردند و
اون اکثریت لازم به دست نیومد برای برگزاری انتخابات زودرس و دولت میخواد دوباره دوشنبه هم اینو مطرح کنه، ممکنه رئیس مجلس بگه نه 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 شما نمیتونید یک سوال رو دوبار در اصطلاحاً یک نشست از مجلس بپرسید. ولی مسئله مهم این وسط تصمیم حزب کارگره، حزب اصلی مخالف. به نظر میاد این حزب داخلش دو دستن، یه دستن که میگن وقتی این طرح جلوگیری از خروج بی توافق تبدیل به قانون شد میتونن با برگزاری انتخابات زودرس موافقت کنن، یه عده دیگه هستن که معتقدن نه باید صبر کنن مطمئن بشن که دولت این قانون رو اجرا میکنه. آقای جانسون نامه مینویسه، از اتحادیه اروپا درخواست تعویق برگزیت رو میکنه و بعد با برگزاری انتخابات موافقت کنن. برای اینکه ببینیم نتیجه این بحث‌های داخلی تو حزب اصلی مخالف به کجا میرسه احتمالاً باید تا دوشنبه عصر صبر کنیم. متشکرم از تو بهرنگ تاجدین در مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن. رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده اگر از طرحش درباره منطقه امن مرزی با سوریه حمایت نشود مرز را به روی پناهجویان به سمت اروپا باز خواهد کرد. رجب طیب اردوغان میگوید قصد دارد 1 میلیون پناهجو را در این منطقه مرزی اسکان دهد. بیش از 3.5 میلیون سوری در جریان جنگ این کشور به ترکیه پناه بردند. هدف آقای اردوغان از ایجاد این منطقه حائل مرزی محافظت کشورش در مقابل جنگجویان کرد سوری است که مورد حمایت آمریکا هستند. سیل در هندوستان باعث لغو شدن ده ها پرواز و بسته شدن بسیاری از جاده ها شده. در بمبئی دست کم 3 نفر در باران های سیلاسا جان خود را از دست دادند. اداره هواشناسی هند هشدار داده احتمال ادامه بارندگی های شدید در روزهای آینده وجود دارد. با فروکش کردن طوفان دوریان وسعت ویرانگری این طوفان در باهاما مشخص شده. نخست وزیر باهاما گفته این منطقه با یکی از بزرگترین سمانه طبیعی تاریخ خود روبرو است. تاکنون مرگ دست کم 20 نفر تایید شده، اما با فروکش کردن سطح آب پیش بینی شده که بر شمار کشته شده ها اضافه شود. همزمان ساکنان مناطق دیگر در سواحل شرقی آمریکا برای مقابله با طوفان آماده می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش دیوید ویلیس. اینجا ساکنان سواحل شرقی آمریکا برای مقابله با طوفان احتمالی خانه هایشان را آماده می کنند. با نزدیک شدن طوفان دوریان به سواحل کارولینای جنوبی، ساکنان این منطقه باید خانه هایشان را ترک کنند. پیام امروز ما این است که اگر در مناطقی که باید تخلیه شوند هستید، هنوز برای خارج شدن از این مناطق فرصت دارید. اگرچه فرصت در حال از دست رفتن است. زیرا وقتی که این طوفان با سرعت حدود 45 مایل در ساعت به ما برسد، نیروهای امداد و نجات نمیتوانند به کمک شما بیایند. اینها تصاویری هوایی از بهشت گرمسیری است که حالا به خرابه تبدیل شده. سازمان ملل متحد گفته که دست کم 70,000 نفر در این منطقه نیاز فوری به غذا و کمک‌های پزشکی و سرپناه دارند. تصاویر هوایی جزیره آباکو نشان می‌دهد که یکی از قوی‌ترین طوفان‌های ثبت شده در تاریخ چه ویرانی وسیعی به جای گذاشته. مسئولان این منطقه با یکی از بدترین فجایع انسانی در تاریخ منطقه مواجهند. با فروکش کردن سطح آب به نظر می رسد که آمار کشته ها افزایش یابد. شهر چارلستون در کارولینای جنوبی که بخشی از آن در حال حاضر زیر آب است، در مسیر طوفان قرار دارد. پیش بینی شده که دوریان با سرعت 120 مایل در ساعت به این منطقه برسد، طوفانی که می تواند سیلی ویرانگر را سبب شود. دیوید ویلیس، بی بی سی نیوز، واشنگتن. بارها درباره مشکلات نگهداری از حیوانات به خصوص گونه‌های در حال انقراض شنیدیم. حیواناتی که به سرعت در حال از بین رفتن هستند. اما یک باغ وحش در فرانسه تلاش کرده این نگرانی را تا حدی برطرف کند. باغ وحش بووال به تازگی شاهد به دنیا آمدن نوزادان گونه‌های مختلف حیواناتی بوده که در آن نگهداری می‌شوند. تیم آلمن گزارش می‌دهد. اینجا همه چیز در خدمت حیواناته. آنها زندگی خودشان را دارند. جدیدترین عضو باغ وحش این کرگدن هندی است که هنوز اسم ندارد. او در حال گذراندن دقایقی با مادرش است. البته او یکی از بچه های دوست داشتنی است که در ماه‌های اخیر در این باغ وحش به دنیا آمده. دستان، این بچه پلنگ ایرانی و کیمیا اولین بچه زرافه‌ای که در این باغ وحش به دنیا آمد. در بووال حدود 10,000 حیوان نگهداری میشه. بیش از 600 گونه جانوری. هر سال هم بیش از 700 نوزاد متولد میشه. از زرافه و کرگدن گرفته تا پاندا، کوالا و گوریل.
البته به دنیا آمدن بچه های این حیوانات فقط مربوط به ماه‌های اخیر نیست. یوامنگ، اولین پاندای متولد شده در فرانسه، در این باغ وحش همین چند وقت پیش 2 ساله شد. بچه های حیوانات طرفداران زیادی دارند و تعداد بازدید کنندگان از این باغ وحش رو به افزایش است. من عاشق حیوانام، به خصوص موقعی که به دنیا میان. دیدن بچه های حیوانا و شکل نگهداری از اونها خیلی لذت بخشه. بعضی از حیوانات این باغ وحش به حیات وحش بازگردانده شدند. از جمله 2 گوریل که به تازگی به یک منطقه محافظت شده در گابون منتقل شدند. مسئولان باغ وحش میگویند میخواهند سهمی کوچک در حفظ گونه های جانوری در دنیا داشته باشند. Tim Allman, BBC News. خب اجازه بدید برگردیم به خبری که بیشتر در برنامه داشتیم. خبر مربوط به انفجار خودروی بمب گذار شده در مرکز شهر کابل که 10 کشته و بیش از 40 زخمی به جای گذاشت و واکنش اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در اعلامیه شدید و لحن این حمله را محکوم کرد و گفت صلح با طالبان بی‌معنی است. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان داریم امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان از کابل. آقای امینی، معذرت میخوام آقای حبیبی، بیشتر اول بگید که چرا این حمله ها اینقدر شدت گرفته این اواخر؟ با سلام به شما، بینندگان شما، و تسلیت به خانواده های داغدیده این حملات. ببینید، این حملات احتمالاً در راستای فشار آوردن در مذاکرات صلح هست و این امیدوار هستم که دولت افغانستان رکورد از اینها داشته باشد و با جامعه بین المللی مطرح کند، برای اینکه جامعه بین المللی احتمالاً میدانند که پشت این حملات کی هستند و در مذاکرات صلح باید اینا مطرح شود که آیا صلح به معنای ختم جنگ خواهد بود یا اینکه بخشی از طالبان وارد مذاکرات صلح خواهد شد، وارد پروسه صلح خواهد شد و بعد جنگ به این شکل و حملات به این شکل ادامه خواهد یافت. متاسفانه بسیار مظلومیت مردم ما را نشان میده که جامعه بین المللی میدانند که پشت این حملات کیست. این حملات اگر در هر جای دنیا شود، اینا جنایت جنگی علیه بشریت به حساب میاد. برای اینکه شما در مناطق مسکونی چنین بمب‌های بسیار بسیار بزرگ را منفجر کردن که اصلا بعضی خانواده کاملا از بین میرون و نابود میشون، اینا پیگیری میشد، اینا میتونن تحقیق میشد، ولی متاسفانه در افغانستان این سناریوها اجرا میشه، این فیلم ها عرض کنم که اجرا میشه ولی کسی پشتش را نمیگیره و دولت افغانستان باید اینا را در مذاکرات صلح که مطرح میشه و با جامعه بین المللی که مطرح میشه باید اینا را مطرح کنن که پشت این حملات کی هستن، آیا طالبان هستن یا نیستن، یا گروه های زیر شاخه های طالبان هستن مثل شبکه حقانی، آیا اینها هم به پروسه صلح خواهند پیوست یا نه اونها کماکان به حملات نظامی خودشان بعد از پروسه صلح هم ادامه خواهند داد. یعنی منظورتون اینه که جامعه جهانی بر سر جان مردم افغانستان آگاهانه داره با طالبان مذاکره میکنه و اگه اینطور هست به هر حال این صحبتایی که آقای غنی میکنه، اعلامیه شدید اللحنی که از روی خشم میده، چقدر میتونه کمک بکنه؟ نه ببینید، منظور من این است که در این حملاتی که صورت میگیره منشأ اینا را خیلی از دوستان بین المللی ما احتمالاً میدانند، احتمالاً اطلاعات ما هم میدانند اینا را که کی هستند، ولی جامعه بین المللی هم میدانند و حملاتی به این سنگینی که کشتار جمعی حساب میشه، برای اینکه شما قتل عام است در خیلی از این حملات، عملاً قتل عام صورت میگیره و دوستان بین المللی ما میدانند باید در انتظار جامعه افغانستان، انتظار مردم افغانستان، حداقل غیر نظامیان افغانستان این است که این حملات را متوقف کنند و با منشأ اینا برخورد شود، ولی متاسفانه ما میبینیم که برخورد نمیشه، دست اینها باز است و این حملات بسیار به شدت ادامه داره و باعث رعب و وحشت حتی در جامعه ما شده، چه بسا حالا تلفات از کنم فیزیکیش را که کنار بگذاریم. متشکرم از شما امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان در کابل. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایقی دیگه با خلاصه از خبرها با شما خواهم بود.